ما تو کشوری زندگی میکنیم که حکومتهاش از ابتدا تا الان عادت کردن فرافکنی بکنن، همیشه مشکلات رو یا به گردن مردم بندازن یا به گردن دشمن. اصلا قابل قبول نیست. یعنی تو 44 سال خودشون هیچ اشتباهی نکردن، چون هیچ مسئولی حاضر نیست عذرخواهی بکنه، نه در کلانش نه در پایین‌ترین سطحش. تا الان دیدید یک بار مسئول بزرگی در حد کلان یا در حد استان بیاد از مردم عذرخواهی بکنه، حلالی به طلبه؟ تو 44 سال یک بار ما اشتباه کردیم ندیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم معلم بود و مربی بود و الگو و قدوه بود. ایشون وقتی تو کوچه میرفتن اگه دختر بچه‌ای رو میدیدن دستشو دراز میکردن، بهش توجه میکردن، نگاه تو چشمش میکردن، دستشو محکم میفشردن، طوری بهش توجه میکردن که اونو فقط متعلق به خودش میدونست. اونقدر با مردمش، با بندگان خدا راحت بود، عادی بود، صمیمی بود. وقتی بین بندگان مینشست و فقرا اهل صفه مینشست با اونها غذا میخورد، اونها احساس نمیکردن که این متعلق فقط به یک قشر خاصه، همه احساس میکردن متعلق به خودشونه. همون لباسی که دیگران می پوشیدن خودش هم می پوشید. یه وقتی یه نفر از بیرون آمده بود دنبالش می گشت، شناختی ازش نداشت که اونو بشناسه اوصافش. سوال کرد تو مدینه که محمد کجا رو می تونم، کجا می تونم محمد رو ببینم؟ گفتن که فلانجا برید نزدیک مسجد، اونجا نشسته بین یارانش. وقتی رفت اونجا ما تو مبهوت شد، دید که همه مثل همان، نمیشناختش. سوال کرد من منکم محمد، کدوم یکی از شما محمده؟ گفتن ایشونه. امروز شیخ الاسلام از دور مشخصه، حضرت فلان از دور، یعنی یه لباسی جدا از لباس مردم. ولی همون لباسی که همه میپوشیدن ایشون هم میپوشید. وقتی به کسی سلام میکرد این دستش تا ته این انگشتش تو دستش قرار میداد، نگاه تو چشمش میکرد، روشو بر نمیگردون. ما باید هم الگوی گفتاری باشیم، حرفای خیلی قشنگ بزنیم، هم الگوی رفتاری باشیم.